با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. خدمت شما هستم که بعد از این کلیپ آماده کردم، یعنی کارش کردم، به صحبت کردم، سوال خیلی از دوستان هست و کمتر کسی روی صحبت کرده، به هوش مصنوعی هست و اهدافشون و رفتارشون رو خواهم گفت بهتون در حد توانم، چون 12-13 سال پیش بود یه گروه از هند اومدن اینجا، این مسئله رو صحبت کردن، چون هند توی آیتی جزء نامبروان دنیاست و هدفشون رو من میدونستم واقعا چیست، اینا صحبت کردی بعد صحبت خواهم کرد و مطمئنم که خوشتون میاد. امروز خامنه‌ای اومد به 14 خرداد حرف زد توی سرگور خمینی، حرفی رو گفتن نداشت، ترس از سر تا پاش میبارید، حرفاش بی سر ته بود، حرف رو مفت میزد و از انتخابات صحبت میکرد و همون توهمی که داره. اما چند تا خبر هست باز رو بخونم. خدمت شما عرض کنم که رقص گروهی در سالمرگ خمینی، خامنه‌ای معترضان را غافل، مغرض و پیاده نظام دشمن خواند. فکر نمی کنی که دیگه اینقدر بیحیایی، اینقدر بیشرمی نوبره واقعا؟ روز ما با پروفسور اولمینی خیلی سال پیش، 27 سال قبل، 30 سال قبل با هم داشتیم مثل ورنجک بوده با باری کوخ، بعد جوان ها می گفتن، می خندن، می رقصن ها، بعد پروفسور نگاهی کرد گفت اینا دیوان نیستن به نظر تو محمدی؟ گفتم آقای پروفسور شاید ما دیوانه باشیم، این تو اینا باشیم. یه خوب خود فکر گفت درست می راست می راست ما عقب هستیم. آقا جون چه حدی دیگه، از این بیشتر میخوای؟ باش یه خود حوصله کن، بی چی کارت میکنن ملت، بی ملت چی کارت میکنن. شرکت کاردار طالبان در تهران برای مراسم سالگرد در گذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی. خوب دقت کنید، کاردارش اومده نشسته اینجا، کسی که چهار پنج دقیقه چند تا جوانی ما رو با تیر خلاص کشتند. برگزار کننده این مراسم گفته بود که آره 700-800 هزار نفر تقاضا کردن بیان و از این حرفا، چرا که نیان؟ شراب مفت قاضی هم میخوره، از کشور مختصر قبل آوردید، هتل دخشان قرار دادید، بهترین صبح نارشان تو اوبشون نخورده بشون دادید، در شما طلب خانم کرده براشون فرستادید و پولم گرفتن رفتن، چرا نیان؟ ولی امسا پولتون نمیرسید، همین دوباره برای جمجو کردید، ولی اونها تا گفتن چقدر پول میده ما بیان، ولی پول بد بیه، اونا فهمیده اوضاع خراب هست. چقدر برای این دجال زمان، برای این لعنتی چقدر خرج کردید؟ گردن شما هست، گردن شما هست. خطرناکترین خوردنی دنیا گور ظاهر آدم هاست. میگه مرجع تقلید کیست؟ کسی که تو گرونی ها لال میشه، تو اعتراضات مردم کر میشه، تو حمله به مدارس کور میشه که کور بمونی، بعد دم عید فطر میاد قیمت فطره رو اعلام میکنه. این فطرتشونه، ذاتشونه، ماهیتشونه، چیز خاصی نیست، قصه گربه موش و گربه چیز هست و حکایت اوزاکانی هست و گربه. محسن عراکی عضو مجلس خبرگان، خیلی جالبه، اجانب معترف هم که پیروزی اقتصادی ایران نزدیکی است. درسته، ولی از اون ولی نه این ولی. شما توی 40 سال چند بار پیروز شدین؟ یک بارش به من بگید جایزه بگیرید. حرف مفته دیگه، به خوب میگید، خودتون میگید، خودتون میخندید، خودگویی، خودخندی، عجب آدم هنرمندی، واقعا بدبخت فرست دستی و اینا. خیلی خوشحالی، من قلبا خوشحالم که شما تو همین خواب بمونید. سخنگوی دولت رئیسی با نشان دادن نقاط مثبت جوانان خارج شده را به بازگشت ترغیب کنیم. خوشی بگو، یه دونش رو بگو، یک دونش رو بگو، نصفش رو بگو، نقطه مثبت این 44 سال، یه نصفش رو بگو، یکش رو بگو. بچه ها دیگه گول نمیخورن، اون زمان تموم شد، اون زمان تموم شد. نقاط مثبت، کدوم نقطه مثبت؟ چی میبینی؟ چی میزنید شما ها؟ شهاب مرادی، انقلاب برای دفاع از اسلام بود،
نه فقط برای بهبود معیشت. خب اینو قبلا که دو نفری از این آقای از این شکرهای گنده خوردند، آقای شهاب مرادی لباس روحانی تنید کردی و او چند نفر تاله حفاظ دارنه که حسینیان بود، مگر نمیگن که شکم گرسنه دینی اون سرش نمیشه؟ بعد داری اسلام چیکار کردید؟ از این بهتر میشد نابودش کنید؟ از این بهتر میتونستی کاری کنید که از 75,000 تا مسجدتون 50,000 تا تعطیل بشه، اون دیگه همه نمیتعطیل هستند؟ از این بهتر میتونید کاری باور مردم از بین ببرید؟ از این بهتر کاری میشه بکنید که اینقدر ائمه و قرآن رو توهین بشه؟ از این بهتر کاری میشه بکنید که عمومه شما بندازن؟ از این بهتر میشه کاری بکنید که حیثیت شما بره بی حیثیت بشید و خجالت خجالت شما رو برید؟ دیگه بازم بگم براتون، بچه 13-14 سال شما رو انگوش میکنن حالا دیگه چیکار چی مونده؟ برای اسلام چیکار کردید؟ یک دونه شو فقط بگید، یک دونه شو. ولی خدمتی کردیم مردم ایران و کشور ایران، ممنون شده بمدار شما هستیم. صحبتی که آقای خیامی این کرامی قصه یکی دوشه میذارم، چی کار کردید؟ یک دونه شو بگید، یک دونه شو. وضع معیشت شما خوب شد، وضع معیشت مردم خوب شد. اگه برای معیشت نبود خمینی گم خورد با جد و با تو که تو بهش داره چی گفت؟ اقتصادتون رو خوب میکنید، علم میکنید، چه چرتی گوها خورد که رو داری حرف میزنید؟ آقای مقام انجمن تولید کننده محصولات حجاب، چادر پرچم فرنگی ماست. میدونید چی میگی؟ چطور شد توی 44 سال شما فقط چادر رو وارد کردید پارچش رو؟ صرفشتون اونجا بود؟ نه، یه کارخون چادر سازی نزدید صرفشتون بود؟ نه، وقتی کسی پرچم فرنگیش خارج کشور تولید میکنه داخل کشور سی بگید بشه، اینو نشون دهنده اون تلاشه مزبونه آخر کارتونه. من میفهمم، من درک مارم شما. مقام دفتر خامنه ای، برخی از فلسفه حضور ما در سوریه، یمن و آمریکای لاتین بی اطلاع هستند. بله آقای رایفور براتون توضیح میدم، براتون خوب سر کار گذاشتتون. بزرگ نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. تو کخ چه خواب خیالی هستید؟ چقدر فلک زده هستید؟ و اینها کاری کرد شما با این حرفاتون، با این رفتارتون کاری کردید که مردم دیگه به ماهیت هر چی حرف در دنیا شک کنند. وزیر دفاع چین درگیری با آمریکا را فاجعه غیر قابل تحمل دانست. آقای چین بر همینه، هر دو تا متقلب، هر دو پدرسوخته، هر دو اینجور و خلاصه زیادی خوردید و مال حرام ناحق از ایران بانکای دنیا پول میذارید، پول میگیرید، بانکاشو پول میذارید، پول آمد بدن بیمه شما بکنن. یک دمونه کوچیکشه. شما محکوم به نابودی هستید، محکوم به نابودی هستید، محکوم. میدونید چی؟ هم شما هم آمریکا، حالا با هم به جنگ هر کفا فرق میکنه. دنیا در آینده نزدیک دست ایرانی هاست. بعد این مدیریت یعنی چی؟ اداره کردن یعنی چی؟ شرف یعنی چی؟ معرفت یعنی چی؟ انسان یعنی چی؟ شما همه تون از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نام شما رو هند آدمی بمیرید. علی خامنه ای انتخابات آینده دیگه نمیسن، رهبران دیگه نمیسن، دیگه فقط اسم خامنه ای چیز میکنند. انتخابات آینده بسیار مهم است، دشمن برای آن نقشه دارد. نقشه نیاز نداره، انتخابات قبل دیدیم، اینم مرده شرکتمون میبینیم، ولی خیلی پررو هستی، خوشم میاد. باید به تو جایزه اسکار بدم پررویی تو. وزیر نفت، عراق برای پرداخت طلب گاز صادراتی ایران شرط گذاشته است. چرا نذاره؟ ذلت شما درک کرده، خفت شما درک کرده، بی پولی شما درک کرده، حالا شرط تعیین میکنه. اون زمانی که شما شرط تعیین گذشت، تموم شد. خامنه‌ای در مراسم سالگرد مرگ خمینی، مشکلات معیشتی و گرانی تورم قابل رفع است. عجب، قابل رفع است دوست. اوکی، چه زمانی؟ بس کنید. معاون هماهنگ کننده سپاه، ظهور پیده خامنه ای
از همه معجزات خمینی برگزرگتر است. راستم میگه دجال که چی سر جای خودش گذاشته. این حرف این آقا چی زده یه رو مطیه بیزه گردنش بسیج بود. ظهور پدیده خامنه ای از همه معجزات خمینی بزرگتر بود. باری که به خمینی و معجزاتش. خب چون سالگرد گروه به گوش شدن این کسابت هست، چند تا از صحبت های سال 58-59 صحبت رو میخونم. امام خمینی در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد. تمامه. آب و برق را مجانی میکنیم. آقای بنی صدر دفت و شرفید. حکومت اسلامی حکومت عقیده است. درسته. امام روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. باری کلا به تو امام خانه نخرید، همه صاحب خانه میکنیم. اینا گفتن یادآوری بشه. امام خمینی رئیس کشور نخواهم شد. بله. دیگه باقیش همین حرفات خودتو میدونه دیگه. این راجب محافظ روح الله خمینی گفتی دوربین ها از بدن لخت امام عکس نگرفتن. یه توضیح براتون بدم. وقتی خمینی رو بردن که دفنش بکنن تو اون جایی که آماده کرده بودن، سه بار حالا عکساش هم از گذاشتن نداره، سه بار این لخت مادرزاد تو اون کفن در اومد بردن پوشیدن. دفعه چهارم ناطق نوری گفت آقا این ببرین یه جایی پوسته باشه، که بردن یه جایی توی یه صندوق چک توی صندوق حالا صندوق داشت کردم کفن داشت پیشیدن با قرص داشت بسن اووردن و لختش دیده نمیشد. تمام آدم و آدم توی دنیا تونستن پخش کنند. چه حرف مفت میزنید؟ چه چیز عجیب غریب میخواید بگید؟ تو حق دارید، افسرده هستید، کنار گذاشته شدید، یه زمانی متوجه بودید و حالا یه حرف مفت میزنید که خر به شما میخند. خر ویندایر جمله خیلی جالبی داره. این شمایید که به مردم میآموزید که چگونه با شما رفتار کنند. هم این طرفی صدق میکنه هم اون طرفی صدق میکنه. معاون سازمان تبلیغات اسلامی دروغی خانناق نیست. بچه مثلا شما با دروغ مثلا پروردی دروغ هستید، با پرورش میدن چی توی چیزی شما تو دروغ بزرگ شدید. 85 زنان معتقدن کشف حجاب به نفع زنان نیست. اینها در اصل اعتراض به شما هاست، که حجاب بحث خصوصیه. اینا اعتراض به شما هاست که شما رو قبول ندارن، در مقابل شما وای میستن، روتون رو کم میکنن، پوزتون رو میزنند اگه حجاب سرش نمی کنه. بحث اولش اینه. کی میخواید بفهمید؟ نمیخواید بفهمید، حالیتون میکنند به زودی زود، خیلی زود در از فکر بخون بکنید. محسن رضایی یکی این جایی که آقای آمریکاییه در خود رو بعض پهباد و موشک پیشرفت نداشته ایم. عجب چقدر ادعاتو میشه پس عجب حرفی زده آقای دکتر اقتصاد. وزیر ارشاد جمهوری گفته گفتم با تبار تکرار میکنم ادامه جمهوری اسلامی یک معجزه بزرگ خواهد بود. اگر ادامه پیدایی یک معجزه خواهد بود که معجزه دیگه اتفاق نمیفته. چون خب خدمت شما عرض کنم که این آقایی که مال نیردریایی بود که گفت ما با امارات و کجا و کجا چیز بستیم، مال آمریکا بود، دروغ محضه و نشه بود حرف زده. پاسخ آمریکا به ادای دروغ پاسدار نشعه دریایی در خلیج فارس. فرمان نیروی ارتش جمهوری اسلامی گفته ائتلاف مشترک نیروهای دریایی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات، قطر، بحرین و عراق به زودی شکل می‌گیرد. با
حقوقدار صدا سیما این پاسخ دقیق گفته تقریبا همه کشور حوزه شمال اقیانوس هند به این باور رسیدن که باید در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرند. این حرفو بدید خوشکنی خودتونه. این در حالی است که همکنون ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین و همچنین ائتلافی از کشورهای از جمله فرانسه، بریتانیا و آمریکا امنیت کشوری تجاری در منطقه فارس را تأمین می‌کنند. واسه دیگه از شما دوستر گرده کنفتره. این صحبت خمینی رو میذارم ولی تیکش باید بخونم. گفته اعدام که در اسلام است اعدام رحمت است. یک طبیبی که چاقو را برداشته این جامعه را از یک موجودی که اگر باشد فاسد میکند جامعه را از شر این نجات میدهد. چه تشبیه کرده؟ اون جراح کاری میکنه زنده بماند، جراحش با کاری میکنه بکشد که جامعه سالم بشه. جامعه را شر این نجات میدهد. جامعه را اگر چهار تا دزد را دستش را ببرن در مجمع عمومی دزدی تمام میشود. اگر چهار تا آدمی که به فحشا مبتلا است اونو شلاق بزند در جامعه فحشا از بین میرود. دیگه همینه دیگه. البته کلیپش هم میذارم که چیزی لازم بشه لایقش از بهش بگید. آقای تاریخ نگار مصری آقای محمد حسن هیکل خیلی نویسنده بود مصری، خیلی حرف قشنگی زده. خمینی تیری بود که از قرن ششم به قرن بیستم پرتاب شد و به قلب ایران نشست. از زخم این تیر سالها خون چکید. جهان قدرت به رهبری بریتانیا انتقام سختی از فرهنگ و تمدن و ملت ایران رو گرفت، ولی حالا باید پس بده. یک کلیپ میخوام بذارم که چیز هست راجب دو ساعت و نیم سر مرز اختلاف دارم با طالبان، دو ساعت و نیم، ولی مانسر میگه باشه 10 ساعت هم برای شما. بعد راجبت کلیپ راجبت چیز گذاشتم، راجبت افغانی ها و اینا گذاشتم، دوستان چه شاهکارایی کردن من خبر نداشتم. تو کلیپ بعد از اون صحبت خواهم کرد چه طرحهایی دارن، چه کارهایی دارن. خیلی خیلی از ما جلو هستن ملت داخل کشور که من اصلا فکرش نمی‌کردم. میدونستم باید اونجا برسن ولی فکر نمی‌کردم اینقدر پیشرفته هستن، پیشرفت کردن روی قضايا که اینا بهتون خواهم گفت در کلیپ بعد. ایامتون به کام، روزتون خوش. پس کلیپی رو خواهم گذاشت در مورد هوش مصنوعی و نقدی که بهش دارم و تقدیم شما.